بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ قدرت بهتر از قدرت خداوند نیست. با سلام های مملو از عشق و محبت خدمت شما بیننده های عزیز تلویزیون جهانی آریان افغانستان در سرتاسر جهان، امیدوار هستم که هفته های خوش سپری نموده باشین. بیننده های عزیز و گرامی، امروز از تاریخ 2 نوامبر سال 2015 عیسوی و برنامه به طور لایف زنده از طریق شبکه آریان افغانستان با همکاری دو همکار عزیزم خلیل جان راغب و خانم شیرین مرا همراهی میکنن که مدت 1 ساعت به طور زنده و لایف مهمان شما عزیزان باشیم. اولا از خداوند رحیم و رحمان سپاسگزار هستم که باز هم به ما موقع داد تا در برنامه حاضر شوم و به سوال های شما عزیزان و سوال هایی که از ما کردین در مدت امید 2-3 هفته که مانده سوال ها امروز همیشه با خود دارم. انشالله که اگر وقت یاری کنه همه سوال های شما را جوابگو می باشم. و پیش از این که برنامه آغاز شود، اولا میگم که مطالب برنامه امروز شامل چی مطالب است که سوال های هفته های پیش مانده عبارت از تکالیف جاغر، تکالیف روده یا کارن دیزیز، تکالیف چندین تکلیف دیگه است که یکیش جاغر بود، یکیش تکالیف روماتیزم و همی سردی و گرمی وجود که چندین بار میره حتی در یوتیوب هم دارم، اما بازم بیننده عزیز باز هم خواسته بودن، حتی ما در افغانستان بودم 3-4 مسیج گرفته بودم، در مسیج ها همی سوال پرسان کده بودن از ما و این سوال ها بسیار زیاد است. و همچنان خواص جواری، ریشه جواری که چه خاصیت داره و فصل کدوس، راجع به کدو خودم هم معلومات میتم، راجع به مریضی MS که از ما سوال شده بود. البته سوال ها بسیار زیاد است که می لحظه کلش همراه خود دارم. پیش از اینکه به برنامه آغاز کنم، ما اول از خواهر عزیزم نوریه جان که از شهر آلمان همیشه زنگ زدن مهربانی کردن، علیمه جان و نوریه جان، اما متاسفانه که هر باری که زنگ میزنن تلفنشان هیچ وقت نمره نمی، فقط نوشته میشه انون و ما نمیتونم که با اینا پس در تماس شوم، چرا ایمیلشون هم ندارم و خود نمره تلفنشون هم ندارم. و اونا سوال کرده بودن راجع به نرکچول که آیا چی است به انگلیسی ازی، و سوالشان همی بود و گفته بود که چندین بار است که ما زنگ میزنم متاسفانه از خود جوابی نمیگیرم، که با کمال معذرت اگر امروز بیننده ازی برنامه بودین یا امشب تکرارش فردا در اروپا می دیدین، فقط نمره تلفنتان یا ایمیلتان و یا تلفنتان به من بفرستین که انشالله من امرایتان صحبت میکنم. دیگه که من هفته پیشتر پروگرام زلزله که پخش شد، اما مطالب بسیار مهمه که در بالی وقوع زلزله، پیش از زلزله و بعد از زلزله و در جریانش بود، متاسفانه که در یوتیوب چون پرابلم تکنیکی بود ما خودم او را در یوتیوب روان کردم، اما یک مدت تقریبا 10-15 دقیقه ازی ثبت شده و بعد از او نرسیده و بیننده های من امروز متوجه شدم که بسیار بیننده های در صفحه فیسبوک نوشته کرده بودن و در مسیج ما گذاشته بودن که تا به آخر ندیدن و من انشالله اگر زندگی یاری کرد و بتانم ما باز هم به روز شنبه ای برنامه امروز با برنامه زلزله هر دوش از طریق یوتیوب، گوگل و فیسبوک براتان انشالله پخش میکنم به صورت مکمل که حتما ببینین. دیگه دو سه خواهرم در اروپا و آمریکا برای من متاسفانه که من نتونستم روشون شخصا صحبت کنم، تلفن‌های گرفته بودم و در تلفن های خود گذاشته بودن و یکی دو تایشون هم در مسیج شخصی ما گذاشته بودن که اینا کسایی هستن که وقتی که از افغانستان آمدن با بسیار شرایط بده در اینجا با خانواده هایی که اینا را آوردن یا ازدواجی که کردن بسیار زیاد ناراحتی هایی دارن که حتی منجر به طلاق و جدایی ها شدن و امیر از ما خواستن که اگر در برنامه، متاسفانه که امروز ما به خواهر عزیز خود میگم که در این هفته امی دو سه خواهر ما که تلفن کرده و یک یا یک آقا بود که زنگ زده بودن گفته بودن که خودشان حتی چشم دید داره در باری از این مسائل، ما انشالله هفته آینده اگر تایم یاری کنه و به برنامه حاضر شوم، ما
ایره میخوایم که در برنامه هفته آینده خود بگون جانم، که تمامش سر مسائل امی موضوعات خوارای عزیزی که از افغانستان میاین و گرفته میشن و به چی شرایط اینا را میارن و در ایج باعث بسیار آزار و اذیت میشن. انشالله در هفته آینده سر از این صحبت خواهیم کرد، چون امروز برنامه بسیار فل است و ما چیزی کردن نمیتونم. بازم تشکر میکنم از همه بیننده های عزیز خود از سر تا سر جهان که با چی از طریق فیسبوک، چی از طریق تلفن، چی از طریق مسیج ها، مخصوصا در فیسبوک، از همه بیننده های عزیزی که در فیسبوک هستن جهان سپاس که همیشه مرا قدر میکنن. از محبت های تک تک شما جهان سپاس. در قسمت اول برنامه میخوایم که راجع به مریضی MS که یکی از برادرایم باش صحبت کرده بودم و این تکالیف از وقت داره، و اگرچه که برنامه ها اگر شما برین به یوتیوب اینا همه برنامه ها موجود است، و یکی هم امو دیویدی های ما پیش خلیل جان ما گذاشته بودم که اگر کسی میخواید دیویدی ها را داشته باشه بازم میتونن امرای خلیل جان راغب تلفنی صحبت کنن و امو دیویدی ها تیار از برازی که بسیار زیاد مردم میخواین که کتاب باشه یا دیویدی. متاسفانه کتاب یک اندازه برام مشکل است، چون از نگاه اقتصادی برام بسیار سخت است که ما بتانم که کتاب نشر کنم. اگر بیننده های عزیز خودشان میخواین و میخواین که ما کتاب خدا بکشم، میتونن که پولش روان کنن، کلشان چندین فامیلیت جشون، و اگر کتاب کسایی که میخواین. در غیر از او دیویدی ها و یوتیوب و گوگل و فیسبوک موجود است. در قسمت MS میگم که MS اول یک علائم بسیار درد شدید در قسمت استخوان ها دارد که ای آیستا آیستا به وجود و تمام وجود سرایت میکنه، مخصوصا امو دمج اولش به سر چشما میباشه که چشما را نورش ضعیف میسازه. و MS زیادتر از قسمت درک ها و ستون و فقرات شروع میشه و آیستا آیستا به مغز و تمام وجود انسان میرسه. و MS توسط چی تداوی میشه از نگاه خوراکه و عرب؟ که عموما فلکسید آیلش یا خودش که به نام فارسیش به نام تخم کتان است، ویتامین سی خوردنش در حدود 3000 میلی گرام روزانه، ویتامین ای، ویتامین بی 12، بی کامپلکس، زنک و کاپر، کسایی که تکالیف MS داریم. و دوری کنین باید از عشه مستقیم آفتاب کسایی که تکلیف MS دارن، شاور گرم یا شاوری که یا در تپ آب که غسل میکنین، میتونین یک مقدار نمک اپسوم سالت پرتین و برای نیم ساعت در بشینین. و دیگه که کوشش کنین که استرس ها، کسایی که MS دارین استرس ها از خود دور کنین، یعنی نگذارین که استرس وجود شما را یعنی زیر تاثیر خود بگیره، و از خوراک هایی که استفاده کنین چیزها را نگیرین، مثل آرد سفید، مثل بوره، مثل روغن های سرخ شده، مثل شیرنی باب، حلوا باب. این چیزهایی است که کسایی که این تکالیف دارین بسیار زیاد تاثیر میکنه. اصلا MS از چی پیدا میشه؟ MS، لوپس، پارکنسنز دیزیز و تمام تکالیف های انفلمیشن بادی از چی پیدا میشه که ایره معاله، چون در برنامه های گذشته خودم سر از این صحبت کرده بودم، اما باز هم من ایره میگم که کسایی که به این تکالیف گرفتار هستن، مثلا اشخاص است که همیشه تکالیف میده دارن، همیشه اسیدیتی بلند دارن، تکلیف شکر دارن، تکلیف فشار بلند دارن، من هم میفهم تکلیف جاندردی بسیار شدید دارن، روماتیزم های شدید دارن، مثل که بندهای پایشان میپنده، بجلک های پایشان میپنده، و امطور آهسته آهسته بلند میره و قسمت شکم میرسه، شکم پندیدگی بسیار زیاد میره، زیرای قبرغیشان درد پیدا میکنه، تختی پشت ستون و فقرات درد پیدا میکنه. و چون ایده تمام امی خود جریان خون بدن انسان تمام از ای یک نوع انفلمیشن یا پندیدگی پیدا میکنه که ای باعث این تکالیف میشه که آهسته آهسته بالاخره به MS و به لوپس و به دیگه تکالیفی که امیال گفتم تبدیل میشه.
که ایره ما در دورهای پیشتر در برنامه خود گفتم که طب ابو علی سینا که از چندین صد سال پیش به اصطلاح ای کتاب هایی که نوشته کرده بود و ای تمام ازیر راجع به می تکالیف سردی و گرمی وجود تشخیص داده بود که فرسکو گفته بود که بدن انسان از چهار چیز پیداست که یکیش سردیست، گرمیست، خونست، صفراست. همه ای چیزها در این کتاب مشرح نوشته شده بود و گفته بود که چی امراض باعث چی امراض میشه در وجود انسان. در طب دکتری اصلا من فکر میکنم که دکترها اصلا به حساب از این طب سرد و طب گرم و موضوع میوکس که در بدن زیاد میشه و دیگه صفرا زیاد میشه و اینا اصلا طب امروز سر از این چیزا اصلا حساب نمیکنن. اینا مریضی ها را میگن که خب امس از این چیز بخو و یا لوپس از این چیز بخو و یا روماتیزم و انفلمیشن داری این چیز بخو. دواها البته از نگاه خوراکه هیچ وقت براتان گفته نمیشه که چی را بخو چی را نخو، اما از نگاه دوا سر دوا همیشه گفته میشه که چی دواها را شما بگیرید. اشخاصی که تب سرد یا میوکس در وجودشان است که در برنامه های سابق بسیار مکمل در یوتیوب موجود است، اما چون موضوع مرض MS است و موضوع مرض است که خواهرای ما سوال کرده بود با دردهای خود و دلیلش پرسان کرده بودن که ما دلیلش براتان میگم که کسایی که اشخاص هستند که میوکس یا اخلاط یا بلغم در وجودشان بسیار زیاد است که از قسمت مغز گرفته تا ستون فقرات تا مفصلها تا گرده تا میده تا روده تا لگن خاصره و پایها و یا کل از اینا با دردهایی که پیدا میشه به خاطر عظمی میوکس است که یک تب سرد داره وقتی که در وجود ما پیدا میشه، مخصوصا اشخاصی که سفید پوست هستند یا حتی در سیاه پوست ها هم این چیز دیده شده که به نام اشخاص بلغمی یاد میشن و اینا همیشه حافظهشان ضعیف میباشن، همیشه به اصطلاح پانیک میکنن یا از هر چیز حول میکنن یا میترسن، خواب راحت ندارن، همیشه با پندیدگی مفاصل و جوینت و دردهای استخوان یا همیشه گرفتار میباشن، مخصوصا دردهای آینک زانو، مخصوصا دردهای آرنج و مفصلها، مخصوصا دردهایی که در قسمت بجلکای پای یا در قسمت بندای پای پیدا میشه، پندیدگی های بسیار زیاد، آب جمع میکنه وجود، که هم از این دلایل داره و دلایل از این امی موضوع سردی وجود یا میوکس یا اخلاط است که به اصطلاح باعث امی امراض میشه. که در این قسم اشخاص باید شما از چیزهایی که شدیداً پرهیز کنین اگر میخواین که امی مرض MS یا لوپس یا امی دردها یا انفلمیشن زیاد از وجودتان دور شود باید چی بخورین. چیزهایی که شما بخورین باید از گوشت باب تنها گوشت فیل مرغ یا گوشت باز پرنده ها، بعضی اوقات گوشت گوسفند و هم که اگر چربی کم داشته باشه، و شما از خوراکای دیگه که مثلا گنجشک یا پرنده باب که کوک یا سی سی و یا از ملی گوشتایی است که برای این مریضی فایده داره نقص نداره. از هدویجاتی که میگیرین شما میتونین دارچین بگیرین، زنجفیل بگیرین، مرچ سیاه بگیرین، سیاه دانه بگیرین و در ترکاری ها میتونین به بسیار خوبی شما زردک زیاد بخورین، لبلبو بسیار زیاد بخورین، گل کرم به هر شکلش که هست، خود کرم، کبج، کدو شما میتونین بخورین، کیله به بسیار خوبی میتونین بخورین، دیگه کرفس یا بهش چی میگن سلری و بسیار خوبی میتونین بخورین، نعنا میتونین، جعفری میتونین، ریحان میتونین بخورین، ترخون میتونین بخورین، شبت میتونین بخورین، گندنه میتونین بخورین، و در حبوبات هم شما میتونین که لوبیا، نخود، دال، عدس، گندم، این چیزهایی است که کسایی که این تکالیف داره کلش میتونین بگیرین. و زیره، مخصوصا زیره سیاه، دارچین، تمر ایندی، عسل، خرما، این چیزهایی است که کلش گرفته میتونین.
و در قسمت چیزهایی که شما باید شدیداً از او دوری کنین، عبارت از تمام گوشت بابی که عبارت از گوشت گاو، گوشت گوساله شما گرفتن نمیتونین، از تمام لبنیات مثل شیر، ماست، مسکه، قیماق، پنیر و حتی تخم مرغ که اینا امو البته در ای باز ایوانات گرفته میتونین، اما باز گوشت های ایوانات گرفته نمیتونین و ای مخصوصا سر گوشت گاو و گوسفند، شیر و ماست و دوغ و لبنیات که اینا را باید شما جدا ازش دوری کنین. شما میتونین به بسیار خوبی و ایواز ماست، شما میتونین ماست کوکنات بگیرین، میتونین از شیر کوکنات خودتان ماست مایه کنین، میتونین از شیر سوی، از شیر کوکنات، از شیر بادام یا کاجو شما میتونین از او شیر استفاده کنین و ایواز مسکه، مسکه هایی که ایوانیست نمیخورین، میتونین که از مسکه هایی که البته مارجرین یا مارگرین اینا نمیتونین بخورین، اما مسکه هایی نوامده در مغازه های سیفوی و بسیار مغازه های دیگه هولد فودا و یا به نام آرت بالانس نوشته شده که ای از تمام امی ترکاری ها و مثل کوکنات و مثل دیگه ترکاری ها و اینا تیار شده و ای هیچ نقص نداره، از ای میتونین بخورین و به ایواز پنیر، چون پنیر هم چاخ کن است، بهترین چیز، خودم عاشق پنیر هستم اما متاسفانه که نمیخورمش، و ایوازش تافو بخورین، تافو رو میتونین بر روی کرایی که دارین یک کمک گرد روغن زیتون پرتین و ایره چرخ بتین و بسیار خوشخور میشه، کمک نمک و مرچ سیاه پرتین، میتونین امرایش با امی سالاد باری که تیار میکنین، در خود نانتان بزنین با مسکه و سرش از این پنیر بزنین با اووکادو، بسیار خوشخور میشم. اینا جان انسان به فکر میکنم بسیار مهمتر است از این که آدم به فکر مزه و به فکر از این خوراکه باشه. البته کسایی که شکر تکلیف ندارین، انفلمیشن ندارین، امس ندارین، لوپس ندارین، دردها ندارین، دردای مفصل ندارین، استخوان دردی ندارین، شما میتونین که هر چیز بخورین، البته به شکل اما نه بسیار زیاد، البته به شکل کم. اینطور نیست که شما هر روز باید گوشت بخورید، کسایی که جور هستین و یا کسایی که جور هستین هر روز باید پنیر و شیر و تخم و مسکه بخورین، هر چیز بخورین و مقدار کم بخورین، صحی بخورین، خوب بخورین. اما کسایی که به این امراض گرفتار هستین، مثل از این اشخاصا یا مثل خوار برادر و دوستایی که مرا در فاتحه میبینن، در مجالس میبینن، حتی در سفر افغانستان یا در جایای دیگه که من هر جایی میبینن و همیشه شکایتشان از این امراض و از این دردهاست که تقریبا همه شبیه هم هستن و به این خاطر است که این اشخاص و خاطر از این که خود اقدر رنج بتن و دوا سر دوا بگیرن و ایوازش سر خود یک اندازه فشار بیارن، چیزایی رو بخورن که باعث امو وجودشانه و طرف یک خوبی ببره، نه به طرف از این که خدای نخواسته آهسته آهسته وجودشان داون شون، برای از این که همس و لوپس از جمله امراض است که وقتی که من تمام وجود میگیره، یعنی از یک قسمت به دیگه قسمت به دیگه، چون تمام وجود ضعیف میشه و خود امین سیستم ضعیف میشه. اینال بعض انزایم هایست که انزایم های نباتی که بر شما کمک میکنه که شما حتی امین سیستم تانم اگر ضعیف شده ایره آیستا آیستا پس بلند میسازه. مثلا انزایم هایست که در پاپایا است، در اووکادو است، در بعض لبنیات دیگه که البته لبنیات ایوانی نیست و خود پروبیوتیک است و بسیار انزایم های زیاد است که مثلا انزایم انشالله که در هفته آینده صحبت خواهد کردم شما میتونین که از اینا بگیرین و کسایی که تکلیف داره باید روز 4000 میلی گرام یا 3000 حداقل 3000 میلی گرام شما ویتامین سی بگیرین. کسایی که به ای تکلیف هستن به خاطر که ای وقتی که ویتامین سی تان کم میشه، اول بیرایتان خونریزی پیدا میکنه، دوم چشمایتان ضعیف میشه، سوم فشارتان بلند میره، چهارم شکر پیدا میکنین و دیگه امراض دیگه که آیستا آیستا میه، تمامش
از کمبود ویتامین سی، کمبود انزایم ها و خاطر وقتی که شما گوشت زیاد میخورین، این تمام وجود شما را اسیدیتی میده. یعنی امو اسید در وجودتان بسیار بلند میره. اشخاص گوشتخور متاسفانه که اسیدیتی در وجودشان بسیار بلند است که باز آهسته آهسته باعث نقرس و باعث دیگه دردها میشن. اگر گوشت به شکل دائمی، گوشت های سرخ و گوساله و گاو همیشه خورده شد و کوفتش خودش استیکش و اینا باعث اسیدیتی یا ترشی در خونتان میشه. وقتی که ترشی یا یوریک اسید در خونتان پیدا شد، امراض پیدا میشه. پس هر قدر که شما فشار از سر میوه و ترکاری و حبوبات و لبنیات که بر از این تکالیف نقص نمیکنه پرتین، اونم قدر سیف میباشین. چی فرق میکنه به عوض گوشت و گاو و گوساله؟ میتونین یک پارچه سینه مرغ یا ران مرغ شما پخته کنین، سوپ بسازین بخورین. یا فرض کنید میتونین از فیل مرغ، که ماه آینده فصل فیل مرغ است، شما میتونین از فیل مرغ بسیار خوبی استفاده کنین بخورین. بسیار گوشت خوب داره، مخصوصا ران فیل مرغ که زنک درش بسیار زیاد است. یعنی مقدار زیاد زنک که با وجود ما ضرور است در گوشت فیل مرغ، مخصوصا در قسمت رانش چون سیاس در اون موجود است. شما میتونین که از او استفاده کنید. از گوشت پرنده ها مثل گنجشک، در افغانستان بسیار رواج بود گنجشک همی خوردن، گرچه که غیر استخوان هیچ کدوم گوشت آدم داشت نمیدید، اما بازم میخوردن، مردم شکار میکردن. یا سیسی یا کپک گوشت هاییست که بسیار مفید است. از اینا البته اشخاصی که ای تکالیف داره، اشخاص دیگه میتونن اگر گوشت ها میخورن بسیار هفته یک بار گوشت بخورن، دو بار سه بار ماهی و مرغ و ترکاری بخورن. مثلا همین خود لوبیا بهترین یک خوراک است، اما متاسفانه که مردم از بس که ما به گوشت زیاد آموخته شدیم، لوبیا و دال و نخود و اینا را فراموش کردیم. بسیاری کسا را که بگوین میگه که بدون گوشت هیچ چیز پخته کرده نمیتونم، در حالی که این مطلقا اشتباه است. بدون گوشت ما بسیار چیزا، مثلا امی سبزی را اگر شما خوشخور پخته کنین، ضرورت نداره که شما در این گوشت پرتین. شما میتونین که در این یک مقدار پنیر حد کنین، رواش و پنیر، خود سبزی خوشخور میشه. گوشت هر چیز مزه‌دار نمیکنه، امتر که گوشت به بادیتان دمج میده، هیچ کدام چیز مفید نیست. حتی کسایی که ای تکالیف دارین از امی مزه های دیگ که MSG 100% درش هست، که چی او در دوکانای افغانیست که به قسم علال نوشته شده، چی در دوکانای سوپرمارکت های اروپایی یا امریکایی که موجود است، MSG و MSG برای امی خود کسایی که مخصوصا فشار خون دارین، شکر دارین، تکالیف پوندیدگی دارین، آب جمع شده در وجودتان، این مزه ها را که به خاطر که دیگتان خوشمزه شود ای را اگر میخورین، ای دو چند تکلیفتان زیاد میکنن، چون ای از مرغ و از گوشت، از چربوهای از اینا تیار میشه. اینال اگر شما به ایواز از ای امو مزه را بگیرین که از ترکاری ها تیار شده، که تمام مزه از ترکاری ها به شکل پودر یا به شکل تابلیت هایش تیار شده، شما میتونین امینا را بگیرین و در دیگتان حد کنین، بسیار خوشخور و در اون نوشتام است که نو MSG، به خاطر که MSG سودیومش بسیار بلند است و کسایی که تکالیف دارین براتان بسیار نقص میکنه. پس کوشش کنین که امی چیزها را بخورین. و همیشه امی اشخاصی که میوکس یا اخلاط یا بلغم در وجودش زیاد است، که سابقا هم گفتیم، اینا بسیار تکالیف های دیگه هم دارن، مثلا تکالیف جنسی که اگر مرد است یا زن است، تکالیفشان روز به روز از بین میره، که این موضوع باز هم میایه به می سردی و گرمی و میکسی وجود. و شما میتونین که از بادیان، مثلا بادیان در زبان ما و شما بادیان میگیم، در ایران دوستای ایرانی ما به نام رازیانه یاد میکنن، شما میتونین که از بادیان استفاده کنین، بادیان چایش تیار کنین بخورین، چای نعنا بخورین. و بسیاری کسایی که این تکالیف دارن سنگ گرده پیدا میکنن، که این هم از امی تکالیف است که اشخاصی که امی تکالیف سردی رو در وجود خود دارن یا بلغم
در وجودشان زیاد شده، سنگ گرده پیدا میکنن، تکالیف گرده پیدا میکنن و آهسته آهسته تکلیف آلزایمر، تکلیف پارکنسنز دیزیز که وجود به لرزش شورش شروع میکنه، همه از این از امی اشخاصی که اینمی تکالیفه که گفتم دارن، یعنی اشخاص بلغمی، اشخاصی که در وجودشان سردیست و ای گفتم چی در مغز بیه، مغز دمج میته از نگاه آلزایمر و از نگاه تکالیف پارکنسنز دیزیز. اگر در ششها بیاره تکالیف سلفی دائمی و سینه و بغل ها بیاره بار میاره، و اگر در روده و میده بیاره تکالیف زیاد در قسمت میده و روده را پیدا میکنه، اگر در گرده ها بیاره در قسمت گرده و سنگ ساختن و تکالیف های انفلمیشن گرده، و اگر در قسمت مفاصل و رگ ها و یا جمع شوه ای باعث درد رگ و درد های مفصل و استخوان دردی های یا زیاد میشه که آل مبرتان امیره گفتم. البته باز هم اگر به شکل مفصلش که در سابقام گفتیم در برنامه هایی که در یوتیوب و گوگل و فیسبوک هست، اگر شما مراجعه کنین حتما میافین و ایره مفصل چی میکنین. و اگر در گوش بیاید در قسمت گوش جمع شوه، کری پیدا میشه یا گوش گرنگی پیدا میکنه که بازه ها فکر میکنن که گوشهایش آواز پیدا میکنن که کلش اینمی موضوع میوکس است که در ایره جمع میشه. و اگر در قسمت خود قسمت های رشته های عصبی بیایه ای آیست آیست زیاد میشه، همیشه انسان پنک میکنه یا حول میکنن، همیشه خوهای نارام میبینه، همیشه فکر میکنن در واقع یکانیشن یک واقع رخ میده، فکر میکنن با خوهای مرده ها را زیاد میبرن، یا ای که خو میبینن، یا ای که فرض که در بیرداری منتظر هستن که از مکتب اولادشان یا از اداره کارشان یا از شوهرشان یک چیز یک واقع پیدا میشه، همیش در یک حالت ترس و وهم و لرز هستن. و بالاخره بسوی که بسیار زیاد میشه این روح و روان انسان که میگیره به شکل میرسه که یک آدم بیخی چپ میشه، از گپ میمونه و یک نقطه سیل میکنه و هیچ گپ نمیزنه. و ایره از نگاه ساینس و دکتریک در طب امروز میبینن، فکر میکنن که انسان دیوانه شده، یا اگر از طب فرض میکنم ملا و چا ببینین فکر میکنن که ایره فرض میکنم کدام زیر ساحه کدام چیزیست که تمام حافظه خود از دست داده، در حالی که هیچی چیزا نیست و هی تمام از این یک جای میشه با امی موضوع سردی و گرمی وجود و میوکس یا اخلاطی که در وجود جمع میشه و وقتی که بسیار زیاد میشه باعث امی امراض میشه که انال اشخاصی که ای تکالیف دارن کوشش کنن که از امی خوراکایی که گفتم آیست آیست دوری کنن. و برای یک دو ماه کسی که شکر دارین یا فشار دارین یا فرض میکنم امی تکالیفه که گفتم انفلمیشن ها را دارین، برای دو ماه شما امتحان کنین ببینین از امی گوشتباب از امی لبنیات کلش دوری کنین و ایوازش چیزای دیگه که گفتم بخورین، ببینین در دو ماه که چقدر شما تفاوتش میبینین. و ما کسایی را میشناسم امیاله که بسیار از عزیزا و دوستای بسیار نزدیک که امی کار کردن، امو دردهای پوندیدگی های پای، دردهای مفصلشان، تمام دردهایی که داشتن به کلی از بین رفته و یک آدم بسیار خوش سر حال که حتی بوت تلی اچ نداشت میپوشیدن، در شروع بوتای بسیار بلند میپوشیدن و بر پسانها بسویه شد که از پای درجان ماندن، اما در آخر وقتی که پس امی چیزا را گرفتن و شروع کردن، امروز همه چیزشون نرمال شد. و این خاطر است من میگم بیننده‌های عزیز، دوستای گرامی، خانواده‌های نازنین، اگر جانتان براتان مهم است، اگر جان عزیز و فرزند و شوهر یایتان مهم است، کوشش کنین در قسمت نوتریشن، در قسمت امی خوراکایتان بسیار جدی فکر کنین، به خاطر از اینکه تمام 99.9% امراض ما از راه خوراک های ماست. اگر ما خوراک های درست داشته باشیم، صحی بخوریم، چیزهایی که هر چیز بخوریم کم بخوریم، صحی بخوریم، هیچ وقت به این امراض زیاد گرفتار نمیشیم. اما اگر تا جایی که من میبینم این خوراک هایی که من میبینم در جای ها و تمام اشخاص هم پر از تکالیف درد و باز ما شکایت میکنیم که ما این تکالیف داریم، خب هر شکل در این باره هر قدر صحبت کنیم بازم کم نیست. حالا میخواستم در باره کالن کنسر یا تکالیف روده
و ای تکالیف صحبت کنم که ای در ای اواخر بسیار زیاد شده در بین تقریبا تمام افغان ها در هر جایی که زندگی میکنن و ای زیادتر از ای خوردن امی گوشت های گاو و گوسفند و چربی حیوانات و غذای سرخ کرده است که پیدا میشه و زیادتر انسان های متوجه استند که گوشت زیاد میخورن، ترکاری و میوه کم میخورن که به ای کالن کانسر خدای نخواسته یا امی مریضی امراض روده گرفتار میشن که روده ها ایستا ایستا اول از یک دردای کم سوزش و پیچش اینا شروع میشن، اگر ای در شروع جلوگیری نشه ایستا ایستا خدای نخواسته به سرطان ها تبدیل میشه. و تحقیقات که نشان داده مهمترین خوراک هایی که برای امراض است ماهی، گوشت مرغ است، البته ماهی و مرغ چربی بسیار کم داشته باشه، فایبر باید بسیار باشه در ترکاری ها و یا و دیگه که زیاد که تحقیقاتی که شده میگن بینز یا امی لوبیا به هر شکلش که سیاه سفید سرخ به هر شکلی که هست لوبیا را بسیار تعریف کردن و گفتن که بگیرین و مخصوصا در قسمت های ویتامین و اینا منرال ها ویتامین، کلسیوم و منرال. اگر شما ببینین امی در تمام البته همیشه ویتامینی که میگیرین یا هربه که از جای هایی که میگیرین همیش کوشش کنین که 100% طبیعی و بسیار یعنی از جای مطمئن بگیرین. مثلا شما اگر میخواین که منرال و کلسیوم یک جای بگیرین، کپسول های عزیز که در درون از این کلسیوم با منرال یک جای ببخشین، بله کلسیوم و منرال یا کلسیوم و مگنیزیم که همیشه با هم یک جای از ترکیبشان از این بگیرین، البته از کمپانی های بسیار کمپانی هایی که بلند باشه، کمپانی هایی که همیشه چیزهای بسیار خوبه طبیعی و درست برای مردم بیارن در بازار، نه ای که در دکان های بسیار عادی برین و قیمت های بسیار ممکن است به $2 هم یافت کنین، به $20 و به $40 هم یافت کنین، اما کوشش کنین که از یک مرجع بسیار درست بگیرین که ای بسیار ضرور است گرفتن ویتامین سی، گرفتن کلسیوم و مگنیزیم، منرال و سیر تازه همیشه در غذاهایتان اد کنین که برای سرطان روده بسیار کمک بسیار زیاد میکنه. هر نوع سرطان ها را سیر و پیاز و باندنجان رومی و سمارق و ترکاری های سبز و نارنجی و یا تداوی میکنه، مخصوصا سیر و پیاز درجه اول است و شما میتونین که از سیر تازه همیشه حتی میتونین که سیر در برنجتان در قسمت وسط چلاوتان یک مقدار بانین مثل مسکه واره نرم میشه و مو بوی حتر از وام شما را آزار نمیتک به دهنتان وقتی که میره. این را حتما باید بگیرین. روغن زیتون همیشه در غذاهایتان حد کنین و نانی که میخورین، کسایی که تکالیف روده را دارین، نانی که میخورین مثل نانی که بر مرضای شکر است، نان سیاه سبوس خالص و این را تا که میتونین خوب قاق کنین در توسترتان، به خاطر که نانهای سفید به روده هایتان دوچند اذیت و آزار میدن. و از خوردن غذاهای سرخ شده، مخصوصا غذاهایی که فرض میکنم در رستوران ها و یا ماهی یا چپس به نام فرنچ فرایز که میگن در فست فود که میرین اولادایتان میخوره، اینا همیشه امو کچالوی قاقه در روغن های مندازن که او 10 بار او روغن سرخ شده و او خالص به کلسترول تبدیل شده. چی ماهی ده او سرخ میشه، چی کچالو ده او قاق میشه، ای بسیار نقص داره. هیچ وقت در خانه تانا روغن سرخ نکنین و اگر روغنی که از سالن یایتان میمانه بسیاری فامیل ها او را سیف میکنن پس به او دوباره دیگه چیز مندازن که خطرناک است. هیچ وقت این کار نکنین. روغن اضافی، اول روغن اضافه نپرتین، اگر پس پیشتان اضافه شد باید یک طرف دور بریزینش، او را البته در سنک دشویتان نپرتین که او را بند میکنه، در یک کیسه خریده پرتین و در یک گاربج و یک جای پرتین، به خاطر از این که اگر در دشوی پرتین دشویتان را بند میکنه.
دیگه که از مسالجات و بسیار دوری کنین. مثلا مسالجات بسیار تند و تیز، اسپایس های بسیار تند کسی که تکلیف روده دارین. البته مرچ کیون پیپر که تا امروز ثابت شده که برای هر نوع حتی زخم ها است فرق نمیکنه، در غذایتان حد کنین. مرچ تازه فرق نمیکنه. زیره تا که میتونین در غذایتان، مخصوصا در برنجتان و در هر نوع غذایی که میکنین، زیره بسیار ضرور و مهم است که از این استفاده کنین. و عسل، کوشش کنین که عسل زیاد بگیرین. و در چای هایی که بگیرین، چای کلاندیلا که از چای های بسیار مهم و ضروری است، که کلاندیلا برای هر نوع تکالیف روده و سرطان و زخم هایی که مربوط به سرطان های روده و میده و کورن دیزیز اینا میشه که اون مربوط روده است، حتما از این چای نوش جان کنین و ایره فراموش نکنین. خوب حالا میخواستم که درباره موضوع تایراد یا جاغر از ما سوال شده بود، گرچکی هم از جمله سوال های تکراری است، اما چون گفتم که روز بروز نام خدا به بیننده های مفزه شده میره از طریق فیسبوک یا از طریق تیوی و یا گوگل و یوتیوب، و اینا سوال هایی که میکنن سوال های مثلا همین امروز صبح پیش ازی که ما بیایم بیننده عزیزم از کانادا زنگ زده بودن و همین قسم چند بیننده دیگه هفته پیشتر که سوال کرده بودن که تایراد ما بسیار بلند است. یکی گفته بود که تایراد ما آیپر است و ایره دکتر یکیش یک قسمتش عملیات کرده، میخواد دیگه قسمتش عملیات کنه. خوراکایی را گفته که به تایراد هایپر چیست، و دیگه گفته بود که نو شروع کردن و دکتر برشان دوا دادم. مال میگم که کسایی که تایراد هایپو یعنی کم کار میکنن، جاغار خودش در این قسمت گلونتان موجود است به شکل مثل یک شاپرک وارست که این بالانس هورمون است. اینال هورمون اگر بسیار بلند بره چی باعث میشه، اگر بسیار پایین بره چی باعث میشه. یعنی در حدود نرمال اگر باشه، یک شخص که وقتی که در معاینات معاینه میکنه نشان میده که تایرادش نرمال است، یعنی نه بسیار بلند رفته نه پایین، به موعد نرمال است. اینال کسایی که تایراد هایپو دارن یعنی بسیار سلو کار میکنن و اینا فعالیت بدنیشون بسیار کم میباشه، حافظهشون ضعیف میباشه و قبضیت به صورت دائمی دارن، خشکی پوست دارن، پوندیدگی یا ورم به زیرای چشم خود دارن، در خانم ها مریضی ماوارشان زیاد میشه و این اشخاص چی خورده میتونن؟ کسایی که هایپو یا کم، بهترین چیزی که میتونن بگیرن نمک آیودین که در قطعه های آیودین هست، در تمام جای قطعه های آبی است که نوشته کده آیودین، که این نمک بر کسایی که آیپو یا سلو کار میکنه ایره حتما باید بگیرن. و چیز دیگه که مهم است که اینا بگیرن عبارت از ویتامین بی و ویتامین سی و یک نوع نبات بهریست، یک سبزی بریز به نام کلب. کلب در تمام دواخانه ها، مغازه های هول فود که چیزای خوراکه هایی که میارن که 100% طبیعی و ارگانیک میباشه یا دواباب یا تمام چیزها را اونا دارن، هم به شکل پودرش دارن هم به شکل کپسولش دارن، به هر شکلش که بخواین. ای بر کسایی است که تکلیف هایپو یا کم کار میکنن و دیگه غذاهای مقوی باید بخورن، کسایی که هایپو دارن. اما کسایی که هایپر دارن، یعنی امی پروانه جاغره که در قسمت گلون است، ای بسیار تیز کار میکنه که ای به اصطلاح زیاد کار میکنه هایپر، و ای هم میتونه که ویتامین بی کامپلکس بگیره، ویتامین سی بگیره، اما ای نمک آیدینه هیچ وقت خورده نمیتونه. ای براکولی، ترکاری های سبز، براکولی، گلپی،
و همه ترکاری های سبز خورده میتونه، ماهی خورده میتونه، اما نمک آیودین گرفته نمیتونه. بی کامپلکس، ویتامین سی، زنک و کاپر برای کسایی که تیراد آیپر دارن ایره گرفته میتونن. و این خوارم که برش فعلا دوا داده، اگر میتونه که نو شروع کرده، اگر با امی کالپ و نمک آیودین و ویتامین بی و سی شروع کنه، چون در ابتداست ضرورت نیست که دوا بگیره. چرا چیزهایی که نو شروع باشه اگر بتانیم متوسط سپورت و خوراک و چیزهای طبیعی خوب بسازیمش، و دوا ضرورت پیدا نمیشه. اما چیزهای هست که اگر توسط ازی چندین بار ای کار کردن و خوب نشدن، باز دوا موجود است، میتونن از دوای خود شروع کنن. اما نظر به گفتار از این خوار عزیز دیگهیم که گفته بود که یک طرفش عملیات کرده و او نمیفهمید که صحیح نمیفهمید که هایپر است یا هایپوس، از او خاطر یک طرفش عملیات کردن و من ازشان خواهش میکنم که اگر امرای دکتر خود صحبت کنن و دکترهای محترم هم اگر به مریضای خود اما قدر در وقتی که معاینات شنه میکنه یک کپی معاینات شنه حتما برشان میته و بگویه و خود مریض محصول است که از دکتر خود پرسان کنه که در خونم دیدی آیا تایراد ما هایپر است یا هایپوس، یا تکالیف دیگه که دارم و چی مقدار زیاد است، چقدر کلسیوم باید بگیرم، چقدر نگیرم، ویتامین دیم چقدر است، چقدر نیست، کلش در خون نشان میتن. اما اگه شما ورق معاینات خونتان بگیرین و بسته کنین و بانین و خودتان نفهمین که چی بخورین چی نخورین، این گناه خودتان است، باید خودتان موظف هستین از دکتر موظفتان پرسان کنین که در این قسمت کمکتان کنه و براتان بگه شما چی بخورین چی نخورین. خب حالا میخواستم درباره سوال کرده بود درباره جواری، یکی از بیننده های عزیزم که جواری و ریشه جواری چی فایده داره. البته جواری هم از جمله خوراک های بسیار مهم و مفید است که از پیشرفت سرطان جلوگیری میکنه. و روغن جواری هم خونه امی چربی خونه پایان میره و از پوسیدگی دندان ها جواری جلوگیری میکنه. و جواری ادرار زیاد میکنه و کسی که تکالیف سنگ گرده و سنگ مثانه و یاد دارن برشون بسیار مفید است. و دیگه که ریشه جواری تنها به خاطر ادرار نیست، ریشه جواری البته ادرار زیاد میکنه، بر کسایی که تکالیف پروستات دارن بسیار مفید است، انفکشن مثانه دارن بسیار مفید است، تکالیف آلبومین در گرده خود دارن بسیار مفید است، اشخاصی که فشار خون بلند دارن امی ریشه جواری به شکل جوش بتن مثل چای بخورن بسیار ضرور است، چربی خون پایین میاره، کسایی که چاق هستن لاغر میسازشن و کسایی که تکلیف پروستاتشان قطره قطره یا شب چند بار و تشناب میرن و سوزش در ادرار خود دارن یا سوزاک دارن، امی جواری که خداوند بر ازی یک زیبایی داده، یک ساقی مقبول داده و خود ازی مثل دانگک های بسیار زیباست و ریشه ازی یک ریشه تلاییست که خانم شیرین عزیز امیال جواری رو برتان انداخته و شما سعی کنین که امی جواری به چی زیباییست که خود ازی را اگر شما در منقل باربکیویتان بگذارین و ای بریان کنین و اگر جوشش بتین، هنوز بسیار فایدهش زیادتر است، شما ایره جوش بتین، دانه هایشان در ترکاری ها و سالات هایتان پرتین، در سوپتان پرتین و ریشه از ایره جوش بتین که با از امراض سرطان، سرطان روده، فشار خون، تکالیف گرده، تکالیف انفکشن ادرار و مثانه، تکالیف آلبومین گرده، چربی خونی ها محافظت پیدا میکنین. و ایره من همیشه که در مغازه های امی سوپرمارکت ها میرم و یه دفعه پیشتر هم گفتم سر زمین صحبت کردم که ما و شوارم میگیریم امی خلطه را تمام ریشه های از ایره مردم دور مندازن، باز ما ایره جمع میکنیم میارم ایره میشورم پاک و ایره چای تر میکنم و در
یخچال میمانمش همیش آب از زیره میخوریم، بسیار خوشخور است و خود جواری خمالم دار خودشان بسیار مفید است. حتما دیگه و بعد از اینکه جواری رفتین گرفتین ریشهش دور نپرتین و از ریشه از بسیار استفاده کنین، چرا بسیار چیز مفید است. امید است که کسای عزیزایی که برنامه رو دیدین حتما ایره گرفته باشین. و یک راجع به کدو هم از ما سوال شده بود، بخاطر که چون دمی شب روز بسیار زیاد کدو وقتی که تایم ماه اکتبر است در آمریکا، وقتی کدو بسیار زیاد است و اینا بسیار روز کدو رو مقدس حساب میکنن و بسیار از او سلبریشن های بسیار زیاد میکنن و برای تکالیف امی کدو را حتی در دوره خود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میگن همیش در دسترخانش، قسمی که روایت کردن میگن همیش دسترخانش از کدو یک دیش حتما بوده، بخاطر که کدو را بسیار دوست داشتن. و کدو چی فواید داره؟ کدو بر کسایی که تکلیف جگر دارین یا هر اشخاص خوب جور یا ناجور، کدو بر جگر فایده داره. چربی خون پایان میره، قند خون پایان میره، از چاقی جلوگیری میکنه، بر دردای سر، بر بیخوابی، بر قبضیت های دائمی، تکالیف شکر، مثانه، گرده، قند خون کمی شکر است البته و چربی خونه. مخصوصا آب عزیزه اگر با لیمو یک جای شوه بسیار زیاد مفید است. مخصوصا کسی که چاق است میتونه که آبش با لیمو مخلوط کنه و بخوره. برای کسایی که بسیار التهابات در جگرش زیاد است، تشنگی بسیار زیاد دارن، برای ازیا مفید است. و غرغری ازی همراه آب لیمو هم وزن پایین میره و هم بر دردای گلون فایده میکنه. و برای عظمیت غذا، برای خونریزی هایی که در میده باشه، این بهترین خوراک است. همیشه ای رو بخورین، البته نه به شکلی که شما ای رو قسم پخته کنین که تمام ویتامین ها و یایش از بین بره، به شکل بسیار صحی و مفید از این استفاده کنین. حالا کسایی که پشت لین ها اگر هستن، از بیننده های عزیز خود ما تقریبا یک 15 دقیقه دارم میخوایم که شما بشنوم و همچنان شما میتونین که برنامه را امشب به تایم اروپا از طرف یعنی فردا سه شنبه شما میتونین که در روز اروپا برنامه را ببینین. و کسایی که در آمریکا و کانادا هستن متاسفانه، کسایی که بیخوی خوش دارن تا 3 بجه شب و 2 بجه شب میشینن، میتونن برنامه را ساعتای 12 و نیم یک شب دکم یک شب یا 20 دم یک شب تایم کالیفرنیا ببینن. تلویزیون جهانی آریان افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. بله بفرمایید. بله بفرمایید. صدای والیوم تی وی تان پخش کنین، صحبت کنین، بفرمایید. سلام علیکم. سلام برادر عزیز، خوب هستین؟ از کجا صحبت میکنین؟ ما از فینیکس تلفن کردیم. بله. با خاطر شکر. بله. شکر داریم، نه پیدا شد، تقریبا 3 ماه پیدا شد. بله. کسفور پیدا شد و بلد پرشر های داریم. بسیار. شما کدام دیدی داری که شما ارسال میکنی یا؟ بله ما دیویدی موجود است. اگر شما بعد از برنامه امروز خلیل جان راغب صحبت کنین در تلفن دستیشان، برنامه دیویدی ما همیجا موجود است. شما اگر خواسته باشین آدرس هایتان ایمیل کنین، پولش هم به استودیو روان کنین، انشالله که برتان میرسن. نمره خلیل جان است 410، البته 510 ایریا کودش است، 410-7550. بله خواهش میکنم. بیننده های عزیز و گرامی، انشالله که برنامه ای هفته خدا که امروز نشر شد چون پرابلم تکنیکی دارن نمیتونن که اونا در یوتیوب پرتن، ما خودم انشالله که روز شنبه امی شنبه که میای امی برنامه با برنامه زلزله یک جایی، البته در دو چی مختلف، ما در فیسبوک، یوتیوب و گوگل حتما ببینین. و کسایی که از دیویدی ها را میخواین بگیرن با خلیل جان راغب صحبت کنن و برنامه امی
دیویدی های من موجود است در تلویزیون، شما میتونین که تلفن کنین، آدرس تان با پولش بفرستین و خلیجان ایره بر شما روان میکنه. تشکر از شما بیننده عزیز. آله تلفن ها باز است، کسایی که میخواین که صحبت کنین انشالله صحبت کنین، و در غیر از او اگر تلفن های شما نبیایه، ما صحبت های ما روزم دوامدار است به اصطلاح. تلویزیون جهانی آریان افغانستان روی خط هستین، بفرمایین. بله بفرمایین. سلام علیکم. خانم یولا رشید سلام. بله سلام علیکم. خوب هستین؟ زنده باشین. تشکر. عافیت باشین. پروگرام جالب دیدنی تان همیشه با تواتر دقیقاً گوش میکنم. زنده باشین. نسخه های بسیار خوبی دارین. بله. که قابل استفاده است، زیاد فایده مند است. بله. و یک گفتنی دیگه داشتم با اجازیتون که خدا کنه خفه نباشین. بله. در گفتهایتون همیشه شما چیز میگین. بله. یعنی این چیز مثلا میتونین مواد بگوین. بله. یا دروا بگوین. بله. چیز برای یک چیز برای مکتب من خواندین شما، چیز برای جامد گفته همیشه برای بیجان و مثل که برای سنگ آدم میگه. بله. که میتونن چیز بگوین. بله. چیز یعنی برای همیشه گفته نمیتونم، در مواد خوراکی، مواد ترکاری یا دواها، انواع و اقسام دواها هیچ گفته نمیتونه هر چیزه، اما حالا میتونه که بگه که این مواد، این دوا و یا ترکیبات یا این موضوع یا این پروبلم. بله. میبخشین جا من خواهش میکنم. گفتم خدا کنه. خواهش میکنم. نه خواهش میکنم. چرا بهترین یکی رو میلم توفو پیشتر گفتیم یا توفو نفهمیدیم چی بود. توفو یک از سوی تیار میشه، پنیر است، یک نوع پنیر. دمی مغازه ها که برین همیشه در مابین یک قوطی آب است در بینش، و این پنیر مثل که پنیرهایی که در کابل داشتیم، پنیر خام که میگفتن، این توفو هم که است عیناً مثل پنیر خام وارد در آب گذاشته شده و سرش پلاستیک گرفته شده، و این به کسایی که می تکالیفی که پیشتر گفتم دارن میتونن که از این توفو استفاده کنن به شکل پنیر است. بله؟ خب لاین ازی دوستم قطع شد. تلویزیون جهانی آریان افغانستان روی خط هستین، بفرمایین. بله؟ خب لاین ازی خوارم که قطع شد، دو لاین دیگرم با خود یک جا قطع کرد. خب هر شکل تا لاینتان به ما پیشتر سر کلاندیلا گپ زدم که برای تکالیف کسایی که می تکلیف دارن باشین. ببخشین کلاین می. تلویزیون جهانی آریان افغانستان روی خط هستین، بفرمایین. سلام خانم. سلام. امیال شما اگر خانم شیرین، امو توفویی که من پیشتر سرش صحبت کردم، خانم شیرین امی لحظه در صفحه تلویزیون گذاشته بودن که امید است که شما بیننده ها دیده باشین. بفرمایین خواهر عزیز، روی خط هستین، بفرمایین. رشید سلام. سلام، حال شما خوب هستین؟ نباشید، مرسی از برنامه های خیلی خودتون. زنده باشید. من خواهش داشتم ازتون. بفرمایید. این اسم سبزیجات و میوه‌جات رو که میارین، خواهشان هم فارسی شده یا هم انگلیسی شد؟ چون بعضی اسما رو ما به افغانی متوجه نمیشیم که چیه. بله، ما امی پرابلم همیش دارم، برای ازی که بسیاری اوقات است وقتی که ما انگلیسی شه بگویم، بیننده ها زنگ میزنن که فارسی، به فارسی چرا گپ نمیزنی، چرا انگلیسی گپ میزنی. بسیاری وقت ما بسیار چیزا را میگم، چیزایی را که راستی بفهمم که انگلیسیش یا ایرانی یا فارسیش، اما بعض چیزا و کلمات است که ما در فارسی فرض کنه دارم زبان ایرانیش نمیفهمم، ما مجبور هستم به انگلیسی بگویم. مثلا ما پیشتر رازیانه را گفتم برای شما، بادیان و رازیانه و در انگلیسی هم فنل. فنل میگن. بله. الان شما یه چیز دیگه گفتین، اگه عکسش نشون نمیدادین ما متوجه نمیشدیم. آه بله. اینال بسیاری اوقات است که بعض چیزها را اینا دارن که از طریق تیوی نشان میتن عکسایش، و بعض وقتا میشه که امو چیزها در دسترس نمی باشه که باید بفته، اما بسیار مشکل است که آدم
تا جایی که قدرت دارم کوشش میکنم که به همه بیننده های خود، ما بیننده از ایران دارم، از افغانستان دارم، از پاکستان دارم، از عربستان دارم، اینال به هر زبان مشکل است که آدم به هر زبان بگویه. و تایم برنامه تایم یک ساعت است که امطور چشم بر هم زدنی از بین میره. بازم کوشش خودم میکنیم که امو موادی که به اطلاع است در صفحه تلویزیون بگذاریم. تشکر خوار عزیز، روز خوش، تشکر، یک جهان ممنون، خداحافظ. تلویزیون جهانی آریان افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. رمجان سلام علیکم. سلام برادر عزیز، خوب هستین؟ اسم شما؟ خدا نگیرتان، زنده باشین. بفرمایید. بعضی وقتا خود وجود بسیار زیاد داغمه. بله. خیال آتشواره و بلخصوص از طرف شب که استراحت میکنم جان مارام میشد، نصف شب از خواب مرا میخزانم. همین بلخصوص پایه هم یک قدر داغ میکردن دازه برای یک 15 دقیقه بازگشته پس سرد میشن و ایلت شما هیچ نمیفهم که از چی هست. تکلیف میده ندارین؟ چون دلیل بسیار زیادش یا جگر میباشه، یا تکلیف جگر است، یا تکلیف میده است، و یا فشار خون بلند است که در فشار خون هم که بلند بره دفتن وجود داغ میشه، و در تکلیف روده و امی تکلیف میده خودش باعث گرم آمدن پای ها میشه، و در تکلیف جگر هم باعث تشنگی و داغی در پای ها میگرده. که شما حتما معاینات خون کردین؟ بله معاینات خود کردیم، فشار خون بسیار کم دارم. شاید بعضی اوقات امو فشار که بلند میره شما احساس داغی پیدا میکنین. دوا میگیرین به خاطر فشارتان؟ بله آشغانه یک کپسول میگیرم. خب دوا میگیرین؟ در پالوی دوا چیزایی را بخورین که فشار پایین نگاه میکنه. مثلا همیشه سلری بخورین. سلری را با زردک میتونین از ماشین آبش بکشین، یا فرض میکنم بادرنگ بسیار برای فشار خون بلند کمک میکنه. البته نمک با کلی اگر قطع نمیکنین بسیار کم نمک بخورین. ماست که امیده سر ماست یک مقدار آب سبز جمع میشه، اینمی مقدار آب سبزی که در سر ماست جمع شده ای بسیار برای فشار مفید است. ای را بخورین. و آب مالته، آب لیمو، البته اگر به شکلی که کاکتل نباشه، یعنی بوره درش گت نشته باشه، مالته طبیعی که خودتان پوست کنین بخورین به فشار خوب است. سیر همیشه در غذایتان سیر پرتین، و کوشش کنین که یک مقدار سیر با لیمو که من چندین بار در برنامه‌های خود از 10 سال است که گفتیم، 30 دانه سیر با 5 دانه لیموی ارگانیک یعنی طبیعی ایره جوش بتین، از ماشین بکشین و در یک بوتل بگذارین و بر 2 هفته بخورین یا 1 قاشق. ای چی میکنه که نمیمونه رگهای قلب بند شوه، چربی خون بلند بره، فشار خون بلند بره، چون سیر بر علمی چربی و بر فشاری ها بسیار مفید است، هم بکتریا ضد بکتریا است و ضد ویروس است، بسیار مفید چیز است. از او خاطر این همی چیزها را بخورین. و باز اوقات هم الرژی می باشه همی داغی که در پایامه، شما می تنین که هر شب پایتان با لیمو مساج بتین، خوب قف پایتان لیمو مساج بتین، خواب کنین یا واسلین چرب کنین، چرا اگر از اساسیت باشه همی چیزها کمک میکنه. اما اگر خدای نخواسته از فشار و جگر باشه باید خونتان هم مکمل معاینه کنین تا بفهمین که تکلیفش چی است. همین یک سوال متوجه نشد، سیر و امرای خود لیمو بجوشه؟ آه بله بله، امرایش یک 2 سر جوش میخوره، بعد از او ایره میمانین که سرد شوه، باز در یک بلندر مندازین، از ماشین میکشینش و در یخچالتان میگذارین و روز 1 قاشق صبحانه برای 2 هفته متواتر میخورین. در هفته 3 نمیخورین، باز هفته 4 همین قسم برای 1 سال نمیمانه که بیرایتان منگ و دندانا منگ پیدا کنه، بیرا دمج پیدا کنه، چربی خون و گنگسیت سر از بین میره و رگای قلب باز نگاه میکنه و فشار خونم پایین نگاه میکنه. تشکر بیننده عزیز، زنده باشین. تشکر. خوب بیننده های عزیز، میخواستم سر کلاندیلا صحبت کنم اما چون وقت برنامه به پایان رسیده
و تایم قاری صاحب شروع میشه، نمیخوایم تایم از اونا رو بگیرم دیگه. انشالله برنامه آینده سر موضوعاتی که پیشتر گفتم ممکن است که در برنامه آینده خود صحبتی داشته باشم و باز هم منتظر سوالای شما بیننده هستم. و از شما هم بیننده های عزیز خواهش میکنم وقتی که تلفن میکنین اول باید شماره تلفنتان حتما بیاید، به خاطر که من نمیتونم کسایی که شماره تلفنش نبیاید ما برشان زنگ زدن نمیتونم. دومی که سوالی که میکنین سوالتان از طریق تلفن بگوین که چی سوال دارین، من یادداشت میگیرم و هفته دیگهش که آمدم چرا نمیتونم با هر کدام ما، چون هم در مسیج ها بسیار زیاد سوال هست، هم در فیسبوک، هم در ایمیل و هم در تلفن ها. از او خاطر کوشش کنین که خلاصه گپ بزنین و تکلیفتان رو بگوین. و برای خواهر عزیزم که نوریه جان سوال کرده بود هفته پیشتر که نرکچول امی خود تومرکی که به شکل تازه سرخش که میایه یا نارنجیش که میایه به نام امی تومرک یاد میشه، سفید از او که از امی خانواده است به نام نرکچول است که من ایره در سفید دیروز پیدا کردم و اینمی نرکچول سفید مثل تومرک وارز، عینن تومرک وارز، البته به شکل سفید در ترکاری فروشی ها و در جایی که امی زرچوبه را مفروشن تومرک یا زرچوبه را، دموجه سفیدش نرکچول است، میتونه که او را بگیره. و اگر نوریه جان میخواستی به من زنگ بزنی حتما نمره تا یا ایمیل کو برمه. بازم بیننده های عزیز از وقتتان تشکر، از خانم شیرین تشکر میکنم، از خلیل جان عزیز نازنین و از تلویزیون جهانی آریانا افغانستان تشکر میکنم که یک ساعت با ما بودن و انشالله با امید دیدار در هفته های آینده. شما هم عزیزای خدا در سرتاسر جهان به خداوند میسپارم، خداوند همتان در کمال عزت نگاه کنه و افغانستان عزیز ما را از ای آفات و بلاها و از ای جنگ و کدورت ها دور کنه. با امید یک افغانستان آزاد سربلند روزهای خوش داشته باشین. خداحافظ.